درود بر شما همراهان عزیز سرانه بازم تاکید میکنم در شبکه های اجتماعی حرفای زیادی مطرحه آیا اینا خواسته شخصی از شما داشتن؟ مزجور شما از خواسته شخصی چیه؟ مثلا نوعی رابطه نه no. نه no. no. آیا ممکن است کاترین شکتم فیلم ها و عکس هایی از روابط خصوصیش با مقامات نظام جمهوری اسلامی داشته باشد؟ پاسخ ما به این پرسش این است. بله. بسیار ممکن و محتمل است حتی پس از تکسیب‌های های محکم کاترین شکتم باز هم ما فکر میکنیم شایعی رابطه او با مقامات نظام جمهوری اسلامی ممکن است واقعیت داشته باشد و ممکن است او از این روابط فیلم و عکس تهیه کرده باشد تا پایان با ما باشید تا در ادامه دلایلمان را با استناد به اتفاقات گذشته توضیح دهیم گفتگوی شبکه بی بی سی فارسی با کاترین شکتم تحلیلگر یهودی و ستون نویس سابق سایت رهبر جمهوری اسلامی بیش از هر چیز باعث شوق و ذوق مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی و رسانه های وابسته به آنها مانند روزنامه کیهان بلنگوی رسمی علی خامنه ای شده روزنامه کیهان در مطلبی در صفحه اولش نوشته با توجه به اینکه کاترین شکتم جاسوس بودنش را در مصاحبه با بی, بی سی فارسی تکذیب کرده و همچنین تکسیب کرده که با مقامات نظام رابطه ی جنسی داشته پس ماجرا خاتمه پیدا کرده و وقت آن رسیده که قوه قضایی به سراغ به گفته ی این روزنامه داستان سرایان برود و آنها را مجازات کند روزنامه کیهان گفته احمدی نژاد و اطرافیانش عامل انتشار ماجرای کاترین شکتم هستند و آنها قصد داشتند با این کار به نظام جمهوری اسلامی و سپاه ضربه بزنند اما فرد دیگری که ظاهرا از گفتگوی بی بی سی فارسی با شکدم به شدت ذوق زده شده سردار یدالله جوانی است یکی از شایعه های اصلی منتشر شده درباره کاترین شکتم آن بود که او با صد از مقامات نظام جمهوری اسلامی رابطه ی جنسی داشته و از آنها عکس و فیلم تهیه کرده یکی از افرادی که گفته شد شکتم با او ارتباط داشته یدالله جوانی مدیر مسئول نشریه صبح صادق متعلق به سپاه پاسداران بود روزانه دهها و صدها شایعه درباره مقامات جمهوری اسلامی در فضای مجازی منتشر می شد و تقریبا در اکثر موارد هیچ یک از مقامات به این شایعات واکنشی نشان نمی دند. گرچه شکتم در هیچ مصاحبه مدعی نشده بود که با مقامات نظام ارتباط داشته ولی انتشار این شایعه در فضای مجازی کافی بود تا الله جوانی به سرعت به آن واکنش نشان دهد و با صدور بیانی هر گونه آشنایی و ارتباطی را با شکتم تکسیب کند همین امر باعث شد بسیاری نتیجه بگیرند مطالب مطرح شده قطعا صد در صد شایعه و خیال پردازی نبوده و حتما پشت این شایعات حقایقی نهفته است من بعضی از این گزارش ها رو خوندم اصلا این حرف ها نیست ببینید پس از انتشار مصاحبه بی بی سی فارسی با کاترین شکتم و تکسیب او یدالله جوانی با شوق و ذوق بیانیه جدیدی را منتشر کرد تا باز هم نشان دهد تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها با دقت به متن بیانیه سردار جوانی توجه کنید تا متوجه شوید چرا ماجرا فراتر و جدیتر از شایع است جوانی در بیانیه‌اش که توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده گفته ملت عزیز و بزرگوار ایران از روز دوشنبه نهم اسفند تا روز دوشنبه شانزدهم اسفند 1400 به مدت یک هفته مطالبی در فضای مجازی رها شده با تمرکز بر نام این خادم شما انتشار یافت که به طور قطع آزمون بزرگی برای همگان بود هدف اصلی در این داستان سرایی های ساختگی و خارج از قواعد اخلاقی و انسانی گمراه کردن مردم و بی اعتماد ساختن آنان نسبت به نظام و مسئولان کشور بود. نقشه فضای مجازی شیطانی در راستای جنگ شناختی علیه ملت ایران انقلاب اسلامی و نظام ولایی طراحی شده بود و پرده های از این نمایش مزهک در فضای مجازی اجرا شد. مصاحبه شبکه بی بی سی فارسی با خانم کاترین پرز شکتم به صورت خواسته یا ناخواسته راه را برای نمایش پرده های دیگر این نقشه شیطانی مسدود ساخت حال که خداوند متعال مکر شیاطین را به خودشان برگرداند و تیر آنان به سنگ خورد خدمت شما مردم شریف ایران که هزاران بار جانم فدای شما باد عرض می کنم یک خداوند متعال را به خاطر نعمت آرامش که در این روزها بر قلب من و همسر و فرزندانم جاری ساخت هزاران بار شکر می کنم. دو، امده نگرانی هم در این روزها آلوده شدن عده ای هموطنان به گناه از طریق قضاوت نادرست و نشر اکاذیب در فضای حقیقی و مجازی بود تا آنجا که به این جانب برمیگردد در این موضوع به جز شیادان دست در کار طراحی و اجرای این نقشه شیطانی و راهزنان عقیده و باورهای مردم همه را بخشیده و حلال می کنم. سه به برخی از فعالان سیاسی که همواره در انتظار یک رخداد برای چنگ زدن به چهره مظلوم نظام و نهاد انقلابی سپاه هستند توصیه می کنم تا قبل از رسیدن به پایان عمر دنیایی و ورود به روز حساب از قصه خانم کاترین پرز شکتم و آنچه به نام ایشان در فضای مجازی به دروغ شد عبرت بگیرند. چهار از سران محترم قوه سگانه درخواست میکنم در راستای حفظ و تأمین حقوق مردم برای مدیریت صحیح فضای مجازی فکری اساسی کنند سرواز ولایت و فدایی ملت یدالله جوانی سردار جوانی در بیانیه جدیدش اعتراف کرده که مصاحبه بی بی سی فارسی باعث بازگشت آرامش به قلب همسر و فرزندانش شده این بدین معنی است که اگر هیچ کس هم شایعات را در مورد رابطه او با شکتن باور نکرده دست کم همسر و فرزندانشان را باور کردند شایعاتی مطرح شده بود مبنی بر آنکه همسر سردار جوانی تقاضای طلاق کرده اگر هم این شایعه درست نبوده دست کم بیانیه سردار جوانی نشان میدهد ماجرای شکتن باعث بروز تنش و درگیری در خانواده ای او شده و اعضای خانوادهش هم تصور می کردند او به همسرش خیانت کرده ولی مصاحبه بی بی سی فارسی به گفته او به سند بیگناهیش تبدیل شده. جاسوس من جاسوس نیستم من معمور هیچ I'm کشوری نیستم اما چرا علا همه تکسیب های کاترین شکتم در گفتگو با بی بی سی فارسی ممکن است او به معموریت از طرف موساد به ایران رفته باشد ممکن است او با مقامات نظام جمهوری اسلامی رابطه برقرار کرده و از روابط خود با آنها عکسوفین تهیه کرده باشد به بخشی از گزارش ما درباره محسن فخریزاده یکی از عناصر کلیدی برنامه ای جمهوری اسلامی که حدود یک سال و نیم پیش تهیه کرده بودیم نگاه کنید این آقا نمیخواد کسی عکسش رو بگیره با وجود خطر این کار من به کمک دوستان تونستم عکس تازه ای از این مرد مرموز به دست بیارم اسمش رو هم دارم نه اسم مستعارش که حسن محسنیه اسم واقعیش یعنی محسن فخری زاده. این بخشی از یک ویدیو از یک کانال یوتیوبی مرموز است. مرموز به این خاطر که سالها پیش از آن که کسی نام محسن فخریزاده را شنیده باشد این کانال نه تنها اسم واقعی و تصاویر مختلفی از فخریزاده و اعضای خانوادهش منتشر کرده بلکه جزیات شکر کننده ای را از زندگی شخصی و کاری او افشا کرده است. این کانال یوتیوبی که در ماه مه سال 2012 یعنی حدود 8 سال و نیم پیش درست شده تنها هفت ویدیو دارد که با صدای دو زن ضبط شده و تمام این ویدیوها درباره یک نفر است محسن فخریزاده یکی از نکات شوکه کننده در این ویدیوها اشاره به ویلای محسن فخریزاده در منطقه آبسرد دماوند است درست همان جایی که فخریزاده روز جمعه هفته به آذر ترور شد یک کانال مرموز که احتمالاً به سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موسا تعلق داشت حدود هشت سال پیش از ترور محسن فخری زاده عکس و نام واقعی او و اعضای خانوادهش و همینطور جزیاتی از زندگی خصوصیش را افشا کرده بود مقامات جمهوری اسلامی گفتند موساد بارها فخری زاده را تهدید کرده بود ولی او دست از فعالیتهایش بر نمی داشت. ظاهرا انتشار جزئیات مربوط به زندگی خصوصی فخری زاده قدم بعدی برای مهار او بود کانال مرموز یوتیوبی به فخری زاده هشدار داده بود که اگر از تلاش برای ساخت بمب اتمی دست بر ندارد جان خود و اعضای خانوادهش را به خطر می اندازد بلند پروازی های اتمیش چگونه خود او خانواده و همکارانش را به مخاطره می زندگی همه کسایی که در پروژه مخفی تسلیحاتی ایران کار می کنند توسط نیروهای ناشناخته ای همچنان مورد تهدید قرار داره. آشناهای من که با فخریزاده کار می کنند، از اینکه همیشه باید با محافظ این ور برن خسته شدن. اونا از اینکه همیشه باید دور و بپان خسته هستن. حتی سفر هم نمیتونن برن و تو مملکت خودشون انگار که توی زندان هستن. محسن فخریزاده به فعالیت های حسدیش ادامه داد و سرانجام در روز هفتم آذر 1399 27 نوامبر 2020 در منطقه آبسرده دماوند ترور شد. با توجه به ماجرای فخریزاده می توان با یکی از شگرت های اصلی موساد آشنا شد. موساد اول به صورت علنی و غیر علنی به مقامات نظام جمهوری اسلامی پیام می و از آنها می خواهد تا از اقداماتشان علیه منافع اسرائیل دست بردارند. و اگر مقام های مورد نظر به خواسته موساد عمل نکنند آنگاه موساد قدم های بعدی را برمیدارد کاترین شکتم مقالش درباره سفر به ایران و ملاقات با خامنه ای و رئیسی را سه ماه پیش در وبلاگش در تایمز اسرائیل نوشته بود او در مقالش گفته بود یهودی است و برای آشنایی با ایران و مقاماتش هویت و انگیزه واقعیش را مخفی کرده او در پایان مقالش گفته بود پس از سفر به ایران به این نتیجه رسیده که مقامات جمهوری اسلامی هم از اسرائیل متنفرند و هم از یهودیان و به دنبال ساخت سلاح اتمی برای نابودی دشمنان خودخواندهشان یعنی اسرائیل هستند اگر شکتم معمول موساد بوده و مدارکی علیه برخی از مقامات جمهوری اسلامی دارد قطعا او میخواهد این مقامات متوجه تهدید او باشند و از افشاگری های آینده ای او بترسند اما با وجود آنکه شکتم مقالش را سه ماه پیش در تایمز اسرائیل نوشته بود ولی کسی در ایران به آن توجه نکرده بود تا اینکه ماجرای سفرها و شایعات مرتبط با روابطش با مقامات جمهوری اسلامی مورد توجه رسانه های داخل ایران قرار گرفت به محض آنکه نام او در رسانه ها مطرح شد و به محض آنکه همه کسانی که باید بترسند ترسیدند این دفعه شکتم همه چیز را تکسیب کرد و گفت نه هویتش را در سفر به ایران مخفی کرده نه جاسوس بوده و نه با کسی رابطه داشته اگر شکتن به معموریت از موساد به ایران رفته و با مقامات جمهوری اسلامی روابطی داشته و از این روابط فیلم و عکس تهیه کرده با رسانه کردن ماجرایش زنگ خطر را برای آنها به صدا درآورده و همانند ویدیوهای کانال مرموز درباره فخری زاده به مقامات نظام اولین هشدار را داده در صورتی که مقامات مورد نظر خواسته های اسرائیل را تامین کنند هیچ اتفاقی نمیافتد و ویدیو و عکسی از آنها منتشر نخواهد شد اما اگر آنها خواسته های اسرائیل را برآورده نکنند و علیه منافع این کشور عمل کنند آنگاه باید منتظر انتشار عکس ها و فیلم ها باشند در ضمن شکتم در این بین گفتگویی هم با صدای آمریکا انجام داده و با مطرح کردن ادعاهایی کاملا جدید این بار مدعی شده که چند سالی به مذهب شیعه گرویده و در آن زمان توسط مقامات و رسانهای جمهوری اسلامی شستشوی مغزی شده فکر کنم سال 2011 و با گرویدن من به اسلام شیعه شروع شد و تا حدود سال 2016 ادامه داشت که من در همکاری با رسانه های ایران بودم حدود پنج سال شد که من در دا می افتادم و آن مکانیزمی که آنها داشتند و, و پروپاگاندا و به شکلی که برخی مسائل جهانی مانند اسرائیل نشان میدادند همچنین محیطی که در آن هستید اکوسیستم محدود و کوچکی است و همیشه صدای خود را شنیده و صدای طرف دیگر در آن نیست و اطراف شما کسی هستند که فقط یک دیدگاه را فقط پشت هم تکرار می کنند. اگر کسی دروغی را برای مدت طولانی بگوید به آن باور پیدا می کند و این دقیقا اتفاقی بود که برای من افتاد. افرادی کنارم بودند که فقط دیدگاه حزب الله و حماس را میگفتند و در آن فضا بیطرفی کار دشواری است خیلی برایشان کار نکردم پنج یا شش مقاله فقط آنها نوعی روش داشتند که بگویند چرا این کارها را می کنند و به این کار وارد بودند احترام گذاشتند و این احساس که برایشان مهم هستی پس به همین راه ادامه می دهی نوعی حس تعلق پیدا می کنی. انگار تنها نیستی. به فکرت احترام گذاشته می شود. حس ارزش و شنیده شدن به تو می دهند. که این کار خیلی نادر است. چون آدم بیشتر مواقع با انتقاد روبرو می شود. من آن را زیر سوال نمی بردم. یک نوع سیستم است. توانایی تفکر سنجشگرانه خیلی زود کنار می رود. چون همیشه با یک دیدگاه روبرو رو هستی که فقط بارها تکرار می شود که معنای آن همان شستشوی مغزی است. این را برای توجیه شماری از دیدگاه هایم در آن زمان نمی گویم ولی این چیزی بود که اتفاق افتاد و فکر می کنم باید به بقیه در این مورد هشدار داد چرا که پروپاگاندا یک چیز واقعی است و راهی عجیب برای مصبوم کردن تفکر دارد تا هر گونه نگاهی به بیطرفی را ببندد سپاس از همراهی شما لطفا فراموش نکنید سابسکرایب کنین و لینک مطالب ما رو برای دیگران هم ارسال کنین اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین لطفا روی کلید جوین کلیک کنین اگه از تلفن همراه استفاده می برای دیدن گزینه جوین باید آدرس کانال ما یعنی youtube.com slash سرانه دو رو توی براوزر باز کنین تا کلید جوین رو در سمت راست ببینین